من فروتیش رضوانی روزنامه نگار محقق هستم و امروز قراره با رانندگان درباره خودروهای ملی که سوار میشن صحبت کنم. آقا شما هم ماشینت رضایت داری؟ خیر. چرا؟ پژو سوار شدی تا حالا؟ بله. شما راضی بودی؟ آقا خودروسازا میگن در شأن ما همینه. شأن خودشون همینه احتمالاً. شما هم ماشینت رضایت داری؟ از ماشینم؟ از پراید؟ خیر. چرا؟ به خاطر اینکه نه امنیت داره نه سواری داره، بر قیمتش هم که خدا تومنه. بی از چی رضایت داشته باشم؟ چرا سوار میشی؟ چرا خریدی؟ اجبار مجبورت میکنه. شما وقتی که شلوار پات نباشه مجبور میشی یه چیزی بپوشی بری بیرون باهاش. خب پس مجبور میشم با این 400 تومن که بیشتر از اون وسعم نمیرسه که بخوام پراید بخرم، چیز دیگه بخرم. بعد در نتیجه مجبور میشم پراید بخرم. میخری و هرس میخوری؟ 100% شک نکن. چینیای ببخشید به درد نخوری که برای ما میاد، اون چینی ها از شرف داره به پراید بیشتر. آره پولوس و بولبورینگ و جلو بندیشه. بدنش هم که دیگه قربونش برم. شما اگه پول داشته باشی بخوایی ماشین خارجی بگیری چی میگیری؟ من اگه بخوام خارجی فلش کن، اون رو که نمیتونیم فکرش رو بکنیم، ولی من اگه بخوام ماشین بگیرم خب ترجیح میدم مثلا 207 بگیرم. البته میگم مونتاژ نشدهش، نه ایران خودرویی. حالا اونم که هیچی، خب طبیعتا من رنو رو بیشتر دوست دارم. هم ماشینم راضی بهتر از این ماشین پیدا میشه. چقدر مایانه خرجش میکنی؟ ماشین آقامه، من ماشین ندارم. خب چرا خودت ماشین نداری؟ پول ندارم. چون پول نداری؟ اگه داشته باشی چی میخری؟ اتمام حالا قراره یه دونه زمین داریم بفروشیم اپتیما بخرم. اصطلاح گشپالاس، از این هاشپالاس. مثلا میخوای روزی 7-8 ساعت توی ترافیک یا رادیاترش به هر حال یا فنش کار نمیکنه، همه چیشش. ولی باز از سیچی بهتره دیگه، چیکار کار کرد ماشینای داخلیه. ماهانه چقدر خرجش میکنی؟ ماهانه اگه بخوام حساب کنم ماهی 4-5 من برم سر کار باش بیام، 4-5 من هزینش. ایراد خاص نداره، نه راضیم. ماشین دولت حسابی تحویل مردم نمیدم، مثلا رو تاکسی هر چی جنس آشغال و بنجل رو تاکسیه. ماشین بدن که لااقل معتبر موقع جابجا کنی هزینه کمتر بشه بتونه آدم خرجش رو در بیاره. ما هر چی که کارمون باید بریم تو این هیچ خرج ماشینمون بکنیم. نمیگن که با این تاکسی عمومی همش توی شهر معتبر جابجا میکنه. نه قطعا راضی نیستم از خودروی ملی و با این قیمتایی که ما داریم میدیم بابت ماشینامون و چیزی که سوار میشیم. من بیشترین خرجی که برای ماشین کردم خرج فنش بوده. تقریبا از روز اولی که من ماشینو گرفتم فنش خراب شده، منو گذاشته تو خیابون و الان که 4 سال گذشته تا حالا 3 بار فنش عوض کردم و حالا دیگه صفحه کلاژ اینا رو که دیگه نگم براتون. من سال 96 خریدم، اون موقع قیمت ماشینم 32 تومن بود، الان تقریبا 500 میلیون تومن قیمت ماشینه و آرزوه برای خیلی از جوانان که بتونن به همین ماشین دست پیدا کنن. شما الان بتونی بخری دوست داری بجاش چی بگیری؟ ماشین خودرو ملی باید نام ببرم. قطعا بهترین برنده روز دنیا بی ام و. شما چرا فکر میکنی که شایستگیشو داری که اینو بخری؟ چرا شایستگیشو دارم؟ برای اینکه دارم زحمت میکشم و با یه درآمد متوسط باید بتونم خودرو خوب سوار شم. وقتی بهمون میگن لیاقتمون همین خودرویی که داریم میخریم، چرا ما باید اعتراض کنیم؟ شما الان از مسئولین ایران خودرو سایپا تشکر کنید که محصولات رو دارن تولید میکنن. 1-2-3 چرا باید تشکر بکنم؟ وظیفه ملیمونه. نه من لازم به قدردانی نمیبینم. آقا شما هم ماشینت راضی هستی؟ بله. همه چی؟ همه چیش. یعنی خودرو داخلی هیچ مشکلی نداره؟ 100% داره. بگید، ما صدا و سیما نیستیم. دیگه هر ماهی میریم یه قطعش عوض میکنن. ماشین های خارجی مگه اینجوری؟ استفاده نکردم نمیدونم. خب الان چی هاش داره اذیتتون میکنه؟ صدای موتور، چرخو، همینو. بعد اگر بعد روزی که داشتی اینو میخریدید به جا چه ماشینی دوست داشتید بخرید که نشد؟ زیاد تفاوت نداشت برام. تو همین رنج قیمت همینا بود دیگه، همشون همینه. همه داخلی بود؟ داخلی بود بله. تو اگه خارجی بخوای بخری همین الان پول دستت باشه ان شاء الله چی می‌خوای بخری؟ نمیدونم، فکر نکردم در موردش. یعنی انقدر دوره که اصلا رویا پردازی هم نمی‌کنی؟ نه خب مثلا فکر کردم از مدیران خودرو خرید کنم.
خودروی چینی؟ دیگه نه، کره‌ای که دیگه پولمون نمیرسه که. از ایرانی میخوای کوچ کنی به چینی؟ نه خب دیگه بالاتر از اینه دیگه، از این ماشین بهتره. خب اگر مثلا بهت بگم، مثلا شاید اینو مثلا بدم تو هم ایرانی، مثلا هم ایران خودرو مثلا تارا بردارم. خب الان این زده شما رو دورت جون اذیت کرده، خب الان دوباره میخوای یه مسئولیتش بگیری؟ نه خب مثلا موتوراش عوض شده. سلام، شما ماشینتون رضایت دارید؟ میتونم نداشته باشم؟ خب جلوی دوربین ما آره دارم، بد نیست. عنوان خودروی ملی خوبه؟ فراتر از سطح انتظاره، یعنی واقعا در شأن ما هست که چیزی که بهش میگن خودروی ملی این خودرو باشه، جای پیشرفت نداره. شما تو کارهای دیگه شونات خودت رو رعایت میکنی؟ مثلا چی؟ مثلا موضوعات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، مذهبی. برای اینجوری که شما دارید میگید، مثلا من باید بترسم که مصاحبه رو بخوایم منتشر بکنیم؟ من دوست دارم شما منتشر کنید. نظر من ایرادی داره؟ خب نه، ما میخوایم بگیم که چرا این همه سال پیشرفت نکرده. به هر حال اقتضاعاتش حتما نبوده برامون که پیشرفت کنه. هر صنعتی، هر تجارتی، هر موضوعی اقتضاعات و الزاماتی داره که ما حتما تو صنعت خودرومون نداشتیم. دلیل نمیشه که چون نداریم توقع داشته باشیم که داشته باشیم. صنعت خودرو یه صنعت پیچیده، پیشرفته است که متاسفانه ما نخواستیم ازش استفاده بکنیم. من میتونم بپرسم که آیا شغل شما مرتبط با خودروسازی یا خیر؟ نه، من اصلا هیچ ارتباطی به خودروسازی نداشتم و ندارم. 20 خرداد 89 من ماشین خریدم، سال بعدش این ماشین عروسیم بوده و خیلی هم راضی بودم تا حالا ازش. حالا تا الان مامانم بیشتر ماشین دوم استفاده میکنم، ولی خب خوبه، راضی. خودرو اولیتون چیه انشالله؟ خودرو اول من پژو پارسه. خب هیچ وقت به این که خودرو خارجی سوار بشید فکر نکردی؟ ده همیشه در آرزوش بودم و هستم. مثلا چی دوست دارید بگیری؟ مثلا بنز، بی ام و. اینجوری رفتید بالا دیگه، همینه دیگه، شأنیت ما اونه، من تو الان به خاطر مسائل اقتصادیش نداری. خب دیگه پراید دیگه، تو شما دیگه میدونی ایراد کلش ایراده دیگه داداش، دیگه پراید دیگه این بی. خب پراید که تموم شد رفت، الان چی؟ تمام ماشینا داداش، تمام ماشینای تولیدی داخل. ببینید ما قیمت مثلا ماشینای شاسی بلند امریکایی رو میدیم، ولی کن که با آپشن مثلا هندوستان داریم سوار میشیم. بدنش ضعیفه، موتورش ضعیفه، آپشنی نداره. مثلا فکر کن اینجا یه راهنما رو چراغش زدن شده آپشن، مثلا آفتابگیر شده آپشن، میگه نشد که داداش. شما ماشینت رضایت داری؟ نه خیر. چرا؟ موتور یکی زدم، موتورش اصلا به درد نمیخوره، روغنش خیلی زود تموم میکنه، روغنش بخار میشه. این مدل 98 مثلا یورو 4، ولی خیلی افتضاحن. ماشین های بی خودی هم، کیفیت پایین، همه رعده خارج. مثلا ماشین 30 سال پیش و الان ملت آرزوشون شده بگیرن. 18 سال پیش ارمنستان رفته بودم، ارمنستان همه بنز و بی ام و سوار میشدن. سال بعدش رفتم با آذربایجان، اونجا هم همه بنز و بی ام و سوار میشدن. گمرکی نداشتن، بعد مثلا مالا کشورشون هیچ ثروتی نداره، آبشون و برقشون رو از ایران میگیرن، ولی حداقل بهترین ماشین های دنیا رو سوار میشن. روزی که این ماشین رو میخریدی دیگه چیا میتونستی بخری؟ من اینم با قرض و پول خریدم. دادی قرضا رو؟ نه هنوز. برای تهران به نظر من خوبه. شهرهای دیگه شاید انقدر ترافیک رو نداشته باشن، استهلاک خیلی کمتر میشه واسه شون. برای منی که تو تهران کار میکنم خیلی به صرفه تره. قطعاتی که هر روز تولید میشه که بدتر از دیروزه دیگه، کاری نمیشه که. یه دیسک صفحه‌ای که مثلا 10 سال پیش مینداختم راحت 100,000 کیلومتر کار میکرد، الان یه دیستفه میندازی 40,000 تا به زور کار بکنه. از ایمنیش خیالت راحته؟ نه. با چه سوار میشی؟ مجبورم. شرایط خودتون بهتر میبینی، جبره الان. نه من نمیدونم شرایط شما، توضیح بده چیه. وقتی یه عددی بیشتر نباشه نمیتونی کاری بکنی و مجبوری این کار انجام بدی، دیگه چاره ای نیستش. ماشین خوب اگه دوست داشته باشم، من آزرا رو خیلی دوست دارم. قدیمیه یا جدیده؟ همونی که اون جلوه. آزرا 2007. عاشقشم. چقدر الان فکر کنم شاهین رو داره کارخونه میده 425 تومن. یه جورایی میشه نزدیک 8000 دلار پول شاهین بدین. نه. تو تهران باید ماشین داشته باشی. بدون ماشین نمیتونی زندگی کنی. خب کسایی هم که شاهین رو میرن پول میدن میخرن، میگن لازم داریم. و مجبوریم. میتونه همچین چیزی باشه، آره مجبورش. ولی خب دیگه زوریه دیگه. یه چیز زوریه. دو تا کمپانی هم با هم دیگه افتادن رو ماشینا، چی ماشین سازی،
گرفتن، ما کاری نمیتونیم بکنیم. کی هم ماشینش رضایت داره که من دارم؟ اونایی که خارجی سوار میشن. به قول شما اونی که پول داره، اونی که خارجی سوار میشه. خب چه چیزیش اذیتتون میکنه؟ همه چیزش. همه چیزش. موتورش، مدلش، قیافش. میخوام بریم تو حساب ثبت نام کنیم، میگه مدل پایین ثبت نام نمیکنی. اون یکیش. مجبوریم با این راه بیافتیم تو خیابون چیکار کنیم؟ مسافر کشی کنیم. یه دونه پلاتین میخوای بگیری، اگه قبلا 100 تومن بوده الان میگن 700 تومن، 800 تومن، 1 تومن. تازه نیست. بشین برات بیارم. از این برنامه زیاده. شما این ماشین کی خریدی؟ چند خریدی؟ الان چنده؟ والا من زمانی که خریدم از یه خانم دکتر بود، خریدم 13000 تومن. ای واقعا این ماشین مال یه خانم دکتر بوده باشه میرفته متاو برمیگشته؟ آره 13000 تومن. چی؟ 13.5 میلیون. الان نمیدونم چنده. 10 سال زیر پامه. خب ماهانه چقدر خرج قطعات میکنی؟ به خدا معلوم نمیکنه. یه موقع میبینی یه قرون خرجش نمیکنه، یه موقع میبینی یه میلیون خرجش میکنی. اگه بخوای ماشین بخرید اینو عوض کنی، ایشالا یه پولی دستت بیاد، چی میگیری؟ 100% پژو میگیرم، چون پژو زیر پامه. با پژو میتونی مسافر کشی کنی، ولی با اونای دیگه نمیتونی. میتونی؟ نه. یا بری حساب ثبت نام کنی یا آژانس. پریروز رفتم گاز کولر زدم، یه دونه کلید خریدم بستم رو ماشین، مجدد خراب شده، یعنی به دو روز نکشیده. یعنی شما از اون راننده‌های تاکسی هستید که میگه آقا کولر بزن، میگید واقعا خرابه؟ نه واقعا خراب میشه، چون کولر خودم که آدم هستم کولر میخوام استفاده بکنم، نیستم. واقعا تو سایت کولر بزنی؟ آره چرا دوست ندارم بزنم. خدا خیرتون بده. کولر میزنم بدون استثنا. خب الان چقدر هزینه شده؟ تقریبا 1,500,000 تومان واسه یه کلید و یه گاز. دوست داری که چه ماشینی تاکسی باشه شما رانندش باشی؟ تاکسی میخوای ماشین بدید؟ آریزا ماشین خوبیه. خب این کیفیت ماشین داره، من هر یه ماه دو ماه باید همش رو تعمیر کنم. همه تصادفا از پراید ماشالله. بعد ماشینای بی کیفیت چینی اینا رو هم ریختن تو شهرمون. یارو خریده، میلیاردی خریده، دلش هم نمیاد تکون بخوره از جاش، مبادا این ور اون ور یه خط بخوره. ما بیچاره هم این وسط ماشینای ایرانی باید بسوزیم و بسازیم دیگه، هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. چرا خریدید؟ خب چی کار کنم، تو ایران گیر کردم. به نظر شما گیر کنی نمیتونی؟ باید یه چیزی که بخری. من با بودجه‌ای که من دارم و این تورمی که تو ایران هست، همینو میتونی بخری. به طور متوسط بگیری ماهی 1,000,000 میشه، ولی من در عرض یه ماه حدوداً 10,000,000 خرج ماشینم کردم. حالا متوسطش رو بگیری میشه 1,000,000 دیگه ماهانه، درسته؟ بالاش اصلا دست میزنی انگار که یه چی بهش میگن، یه حلبیه. میشه حلبیه رو سقف ماشین شما نشون بدیم؟ آره نشون بده، چه اشکال داره؟ مطمئناً ما داریم با جون خودمون بازی میکنیم. ایرانی نخواهید بگیرید چی؟ اصلا خودتون میگید که شایسته چه ماشینی هست؟ من خودم شایسته BMW میدونم. حالا BMW اگه باشه میلیاردی هم پول اند دست بیاد، چرا BMW میخرم؟ تصویرتون شطرنجی کنیم یا نشون بدیم؟ ترنجیش کن. مرسی.